سرخط خبرها اعتراف نظامیان اسرائیلی به شکست در برابر حماس غافلگیری بزرگ حزب الله برای رژیم صهیونیستی و زلنسکی ترامپ را دروغگو خطاب کرد به نام خدا سلام به این بسته خبری از پیک خوش آمدید. به نقل از شبکه دوازده تلویزیون رژیم صهیونیستی اسرائیل زیف رئیس پیشین بخش عملیات ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که پیله و بهانه نتنیاهو برای مندن در محور فیلادلفیا بیمعناست زیرا هیچ تونل فعالی در آنجا وجود ندارد به افسود تداوم جنگ بدون جایگزین کردن گروهی دیگر به جای حماس نتایج واقعی به دنبال ندارد و فقط منجر به کشش شدن نظامیان ما می شود. زیف اضافه کرد که ایتمار بنگویر و بزلل سموتریچ وزرای امنیت داخلی و دارایی رژیم سهیونیسی در حال رقابت بر سر این مسئله هستند که کدام یک زودتر می توانند جنگ فراگیر به راه اندازند تا به توانت کرانه ی باختری را بار دیگر اشغال کند و تشکیلات خودگردان فلسطین را براندازد در همین حال آوک دوله برمن رئیس حزب اسرائیل بیت نو گفت که کابینه ی رژیم صهیونیستی باید فوری تغییر کند. تا امنیت به ساکنان شمال و سحیانیست ها بازگردد. در این راستا مشاور رسانه پیشین نتانیاهو هم تاکید کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دنبال حل بحران و پایان جنگ غزه نیست بلکه هدف وی ماندن در رأس قدرت برای طولانی ترین زمان ممکن است اخیرا نیز به کمیسیون روابط خارجی و امنیت پارلمان رژیم صهیونیستی از بیسرانجام بودن اقدامات ارتش این رژیم در غزه سخن گفت و به شکست آن اذعان کرد آمید تالای با اذعان به شکست ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه اعلام کرد که ارتش اسرائیل یک گردان حماس و حتی یک گروه از حماس را در شهر رفح شکست نداده است این که ارتش از کشتن دو هزار نیروی حماس در این شهر دم میزند اقراغامیز است. به تاکید کرد که اسرائیل بخشنده از شهر زمینی رفح یعنی تونل های مقاومت در زیر زمین را منهدم کرده است. عضو به کمیسیون روابط خارجی و امنیت پارلمان افزود که سلاح نزد مقاومت در رفح انبوه و آنچه ارتش اسرائیل بدان دست یافته اندک است. اسرائیل از نابودی حماس و شکست آنها فرسنگ ها فاصله دارد بیشتر نیز بسیاری از نظامیان ارتش این رژیم به شکست های اسرائیل در جنگ غزه اعتراف کرده بودند یک ژنرال صهیونی اخیرا با اشاره به عملیات طوفان الاقصا گفت که رژیم اسرائیل در این عملیات قافلگیر شد و از گروه های مقاومت فلسطین سیلی خورده. ژنرال گای هازوت رئیس بخش آموزش و تحقیقات در نیروی زمینی ارتش رژیم صهیونیستی از آن کرد که بازدارندگی این رژیم از بین رفته است بگفت سود که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین همچنان کنترل اوضاع در بخش های از نوار غزه را در اختیار دارد در حالی که رژیم صهیونیستی در منطقه خار و زلیل شده است بعد از عملیات روز اربعین حزب الله رژیم صهیونیستی در روش‌های عملیاتی خود مقابل مقاومت لبنان با موزلات پیچیده ای روبرو شد و به این نتیجه رسید که خلاف تصورات خود دستگاه اطلاعاتی اسرائیل نه تنها عنصر قافلگیری را از دست داد بلکه خودش هم قافلگیر شد به گزارش تصمیم از ابتدای جنگ غزه تا کنون و پیوستن حزب الله به این نبرد برای دفاع از مردم و مقاومت فلسطین ارتش رژیم صهیونیستی و سرویس اطلاعات نظامی و جاسوسی این رژیم چهار روش را برای ضربه به حزب پیش گرفتند اما این چهار روش سهیونیستها ها در جنگ با حزب الله چیست اولین روش ارتش رژیم اشغالگر در این زمینه مربوط به ترور فرماندهان میدانی مقاومت لبنان است که مستقیما در برنامه ریزی و نظارت بر عملیات های حزب الله ضد رژیم اشغالگر نظارت داشتند از جمله بارثترین آنها شهید فواد شکر است که در جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در زاهیه بیروت به شهادت رسید روش دوم ترور رزمندگان مقاومت لبنان است که از خطوط مقدم مرزی عملیات های و پهبادی را علیه دشمن صهیونیستی انجام می دهند و تا کنون 600 نفر از این رزمندگان به شهادت رسیده و یا زخمی شدند. روش سوم هم مربوط به تلاش های محدود رژیم اشغالگر برای نفوذ زمینی به لبنان است. اما در روش چهارم ارتش اسرائیل تقریبا هر ده روز یک بار از محدوده عملیات نظامی متقابل با حزب الله در مناطق جغرافیایی مشخص شده خارج می شود تا به انبارهای پهپادها و سلاحهای استراتژیک مقاومت لبنان حمله کند اما هیچ موفقیتی در این زمینه نداشته است در روشهای اول و دوم ارتش رژیم اشغالگر از همه امکانات اطلاعاتی و جاسوسی که خودش و آمریکا در اختیار دارد و همچنین از اطلاعاتی که از زمان جنگ سوریه جمع بری کرده بود از جمله اطلاعات دوربین ها تلفن همراه مدرن دستگاه های ارتباطی پیشرفته پهبادهای نظارتی و جاسوسی ماهواره ها و همچنین فناوری هوش مصنوعی برای شناسایی محل حضور فرماندهان و رزمندگان حزب استفاده کرده است همچنین سحیونیس ها تحرکات جسوسی خود را بعد از نبرد طوفان الاقصا به شکل محسوسی در لبنان گسترش دادند و به ویژه با استفاده از تلفن همراه که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله بارها درباره آن هشدار داده است به دنبال جذب جاسوس و جمع‌آوری اطلاعات از حزب الله و اعضای آن هستند زلنسکی میگوید که سخنان ترامپ درباره جنگ اوکراین انتخاباتی است. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی اظهارات دونالد ترامپ درباره توانایی او برای توقف جنگ اوکراین ظرف 24 ساعت را غیر واقعی خواند. به گزارش فارس، پیام‌های انتخاباتی فقط پیام‌های انتخاباتی است. این را زلنسکی در رد ادعاهای ترامپ برای فیصله دادن یک روزه به جنگ اوکراین بیان کرد. در که انتقادات از عملکرد ترامپ در مناظره با رقیب دموکراتش ادامه دارد واکنش منفی زلنسکی به ادعاهای او درباره جنگ اوکراین خبرساز شده مجری و تحلیلگر ارشد CNN فرد زکریا نظر رئیس جمهور اوکراین درباره ادعاهای ترامپ را جویا شد زلنسکی در پاسخ به این پرسش گفت که موضع من این است که در دوره انتخاباتی پیام های انتخاباتی فقط پیام های انتخاباتی هستند. برخی اوقات این پیام ها خیلی واقعی نیستند و این پیام ها می تواند ما و مردم ما را عصبی کند. وی البته با تمجید از موازه سابق رئیس جمهور آمریکا گفت که من حدود دو ماه قبل با دونالد ترامپ تماس تلفنی داشتم و او گفت که بسیار حامی اوکراین است و ما گفتگوی بسیار خوبی داشتیم. و جنگ پهبادی کیف و موسکو همچنان ادامه دارد. مقامات نظامی روسیه و اوکراین شنبه خبر دادند که شب گذشته پدافند هوایی کشورشان چندین پهباد دشمن را سرنگون کرده است. به گزارش فارس حملات پهبادی به بخش جدایی ناپذیر جنگ اوکراین تبدیل شده و ABC بی نیوز امروز به نقل از رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که شب گذشته ده ها پهباد روسی در استانهای مختلف اوکراین رهگیری شده است. با اعلام مقامات کیف در این حملات 72 از 76 پهباد استفاده شده توسط پدافند هوایی ارتش اوکراین سرنگون شد. وزارت دفاع روسیه نیز از رهگیری 19 پهباد اوکراینی در استانهای بلگروت و کورسک خبر داد ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید